در حوزه ریاست جمهوری بیش از 67 هزار صندوق عکس رأی را آماده کردیم، با ناظر نهایی کردیم و استفاده خواهیم کرد. در حوزه شوراها این قریب 75 هزار هست. حالا اختلاف به شما من عرض میکنم چرا این اختلاف وجود داره. چیز حدود 1.5 میلیون نفر عوامل اجرایی، بازرسی، نظارتی و حفاظتی مشارکت خواهند کرد. واجد شرایط 59.310.307 نفر شامل 29.980.038 نفر مرد، 29.330.269 نفر زن هستند. رأی اولیای ما در این دوره 1.392.148 نفر هستند که به تفکیک جنس 706.988 نفر مرد هستند و 685.160 نفر زن هستند. واکسیناسیون عوامل انتخابات در 100 استان و شهرستان به تعداد 5500 نفر دوز اول رو انجام دادیم. در خصوص واکسیناسیون کارگزاران انتخابات که مصوب ستاد ملی مورد کرونا بود، با وزارت بهداشت قرار بود که در این هفته این کار صورت بگیره با استفاده از واکسن ایرانی، ولی به ما قول دادن که امروز در کمیته اخلاق این مجوز داده میشه، لذا منتظر هستیم که این کار صورت بگیره. ابلاغ دستورالعمل‌های بهداشتی انتخابات به نامزدها و سایر در واقع ستادها اعلام شده. ابلاغ دستورالعمل تبلیغات اعم از در فضای مجازی و غیر مجازی تهیه و ابلاغ شده. با همکاری وزارت امور خارجه در خارج از کشور 131 حوزه در واقع در سراسر دنیا کار رأی‌گیری هموطنان ما در خارج کشور را انجام خواهند داد. بیش از 450 صندوق خواهیم داشت در نمایندگی سراسر کشور. اشاره کردن 101 کشور 133 نمایندگی، یعنی دو تا بیشتر اون چیزی که من عرض کردم ابتدا. خب خوشبختانه 234 شعبه و 450 صندوق. انتخابات الکترونیک شورای اسلامی تو شهرها در 24 مرکز استان و 8 شهر به توافق رسیدیم با هیئت مرکزی نظارت شوراها که انجام خواهد شد. 8 شهر 224 مرکز استان. تا 26 خرداد ما تبلیغات خواهیم داشت. من خواهش میکنم هم خود نامزدهای محترم هم ستادهاشون پروتکل های بهداشت حتما رعایت بکنن. 27 هم ما سکوت داریم و 28 انشاءالله انتخابات انجام خواهد شد. سوال بنده از جناب عالی این هستش که چه اختلافی بین هیئت نظارت و وزارت کشور به وجود اومده؟ تشریف فرمود. در فرایند انتخابات وسیعی که الان ما داریم، هم به یک معنا 4 انتخابات رو داریم برگزار میکنیم، تو مقاطعی بین مجری انتخابات و ناظر سر موضوعاتی اختلاف نظری پیش میاد. اون چیزی که ما مبنامون هست حد فاصل و فصل الخطاب این اختلاف نظر و قانون هست. قانون هرچی حکم بکنه ما اون رو عمل بکنیم. خب ما بحثمون نسبت به تبصره 3 ماده 63 بود. این در واقع ماده که تبصره که اشاره کردم بنده، بحثش اینه که همه اختیارات نظارت و هیئت مرکزی نظارت دارد الا دو نکته: یک، تعیین صلاحیت، دو،
تعیین صحت انتخابات. این رو به کی داده؟ به هیئت‌های نظارت شهرستان و استان. گفته این دوتا فعل رو اونها انجام بدن. لذا ما بحثمون با این دوستان و همکاران این بود که ما همون رو عمل بکنیم و اگر در واقع داوطلبی در هیئت‌های اجرایی شهرستان، هیئت نظارت شهرستان تایید شده، این دیگه تایید شده دیگه، ورود مجدد نباید بشود. آقایون استدلال داشتن که نه، ما میتوانیم ورود بکنیم با توجه به مدارک جدیدی که به دست ما میاد، میتوانیم ورود بکنیم. یه نکته بود که الحمدلله دیگه الان تمام شده. در حوزه امنیت هم خب ستاد امنیت انتخابات هم در کنار ستاد انتخابات کشور کارش رو انجام داده. اونا هم جلسات مستمری رو داشتن با اعضای شورای امنیت کشور، جلسات مختلفی رو برگزار کردن، پیش بینی انجام دادن. اون چیزی که در ستاد انتخابات ما داشتیم که بعد از این جلسه ما ستاد انتخابات کشور رو خواهیم داشت که آخرین پیش بینی ها با برآوردا صورت بگیره، مسئله مهم ضد امنیتی گزارش نشده. به تخلفات انتخاباتی چگونه رسیدگی میشه و تا الان آیا تخلفی گزارش شده؟ به خصوص بعد از اینکه مناظره تموم شد، فضای مجازی الان پر شده از تخلفات انتخاباتی. بازرسی وزارت کشور فعال هست، داره گزارش شده دنبال میکنه. در این حال ستاد پیشگیری قوه قضاییه فعال است، داره دنبال میکنه. امروز هم ما دو جلسه ستاد داریم، بازرسی وزارت کشور گزارش خواهد داد اگر تخلفاتی باشه. قاعدتا از مجاری قانونی همه این مطالب دنبال میشه. اگر که انتخابات به دور دوم کشیده بشه، آیا در صندوق‌ها و حوزه‌های انتخاباتی تغییری خواهد کرد یا خیر؟ این رو تمهیدات لازم رو ما از قبل انجام دادیم. خب تعرفه‌های لازم رو در واقع دادیم، چاپ کردن. شعب این آمادگی رو خواهند داشت که اگر در واقع جمعه آینده 28 خرداد اگر انتخابات انجام شد و به مرحله دوم کشیده شد، جمعه بعد قانونا باید انتخابات برگزار بکنیم. لذا همه آمادگی ها انجام شده که اگر بریم مرحله دوم، قاعدتا جمعه بعد عوامل اجرایی و نظارتی کار رو انجام میده. آخرین پیشبینی های ستاد انتخابات از میزان مشارکت مردم رو بفرمایید و اینکه آخرین تدابیر ستاد انتخابات برای رأی‌گیری از بیماران کرونایی. فاصله به نظر میاد 10% داریم. بخشی از نظرسنجی ها یه عددی حدود 37% رو پیش بینی کردن، بخشی از نظرسنجی ها 47% رو پیش بینی کردن. چهارشنبه هفته پیش بنده تعدادی از مراکز نظرسنجی رو دعوت کردم و سوال کردم که خب این اختلاف رو در واقع چگونه میشه توجیه کرد. خب بحث این بود که تو بعضی از نظرسنجی جامعه آماریشون بزرگتره و بعضی جامعه آماری کوچکتری دارن. علی ای حال داریم این مسیر رو دنبال میکنیم که حداقل ما تو سراد انتخابات یک برآورد دقیق داشته باشیم. ادامه این جلسه‌مون فردا بعد از ظهر خواهد بود که قرار شد آقایون برن بررسی های مجدد انجام بدن و به دو تا سوال ما پاسخ بدن. سوال اول این است که میزان مشارکت ما اعلام بکنن و سوال دوم این است که آیا انتخاب مرحله دوم میرود یا نمیرود، چون اونها سوال میکنن و در اختیارشون هستش که نسبت هر یک از این نامزدها به کل چقدر هست. اینم یه برآورد دست ما میده. اگر یه عدد بالا باشه خب قاعدتا مرحله دوم ما نخواهیم داشت و همین 28 خرداد تمام خواهد شد. اما اگر ندیدیم که اون اعداد که اعلام میکنن اعداد کمتر از در واقع 50 به 1 هست، خب قاعدتا ما خب تمهیداتمون رو جدیتر خواهیم کرد برای مرحله دوم. شورای اسلامی شهرها تایید نهاییشون 85% هست از کلی که آمار شما دارید دیگه. از
و شوراهای اسلامی روستاها تاییدیهاشون 92.5% هست. لذا با این آمار و اون نسبت ثبت نامی که اینا انجام دادن میشه رسید که چه عددی هستن. تو شورای اسلامی، مجلس شورای اسلامی تاییدیهای ما 43.4% هست و تو مجلس خبرگان رهبری تایید ما 26.1% از ثبت نامه که ما انجام دادیم. خب پیش بینی شد که ما تو همه فرماندار ما یک شعبه سیار برای بیماران کرونایی داشته باشیم و این زحمت هم باز به هلال داده شد که این کار انجام بدن. حالا تو بعضی از کشورها شعبه ای رو در نظر گرفتن، ما گفتم همین تردد این فرد خودش ایجاد نقض غرض میکنه دیگه. میگن تو قرنطینه باید باشی، بعد میگن بلندش یک کیلومتر برو یه شعبه دیگه. گفتیم که ما میایم پیش شما، لذا شعبه سیار ما برای همینه که قرار هست که این هفته وزارت بهداشت آخرین فهرست کسانی که در قرنطینه هستند رو در اختیار ما بگذاره، ما هم در اختیار فرمانداری ها میذاریم و اونا هم تماس میگیرن. اگر فرد تمایل داشت برای رأی دادن، در واقع شعبه سیار میره و رأی فرد رو میگیره. ما هم باید مشارکت خوبی داشته باشیم، همین مشارکت نباید منجر به در واقع گسترش این بیماری بشه، چون این بیماری ذاتش تو جمعه دیگه. لذا اون چیزی که میتواند به ما کمک کنه رعایت پروتکل هاست. لذا توی دستور عملی که 1 خرداد دستورات ملی مصوب شد در مورد گرد همایی های انتخاباتی یه شروطی گذاشتن. مثلا گفتن اگر این مکان ظرفیتش مثلا 10,000 نفر هست، شما 30% رو استفاده بکنی. این عین پروتکل است، همه تونم مسلط دستیدم، 10 بارم خوندید حتما. یا فواصل آدم ها رعایت بشه، ما الان اینجا خودمون نشستیم سعی میکنیم فاصله مون رو رعایت بکنیم دیگه، همه تو فضای باز باشه، ماسک باشه و امثاله هم. لذا به نظر بنده اگر ما بتوانیم این تو ستاد، این به نظر من وظیفه اصلی و اساسی رسانه هست، یعنی جناب عالی همه همکاران جناب عالی و بنده به علاوه رؤسای ستادهای انتخاباتی، به نظر من میشه تعادل برقرار کرد. یعنی میشه مثلا ما توی ورزشگاهی مثلا ما یه جمعیت متناسبش رو بیاریم، بقیه ما هم میفهمیم که اگر دعوت نشدیم علتش در واقع رعایت پروتکل است. لذا به نظر من اجزایی که باید این کار انجام بدن، یک خود نامزدهای محترم و ستادهاشون هستن، دوم ناظرین هستن. باز تو اون دستور عمل میگه مقامات استانی، میشه استاندار بنده، فرماندار، بخشدار اگر بهش مربوط هست، سپاه، بسیج و ناجا، اینها باید این دستور عمل رو در واقع رعایت بکنن و بعد از اون اگر مشکلی پیش آمد گزارش میدن به مرجع زیرب، مرجع زیرب هم رسیدگی میکنه به این موضوع. لذا به نظر من نباید ما کلن تعطیل بکنیم، اینم اون شوری که ما دنبالش هستیم رو از بین میبره دیگه، اصلا نقض غرض میشه اساسا. من دعوت میکنم همه احزاب و گروه های سیاسی، فعالین سیاسی، آحاد مردم، گروه های مرجع، اولا خودشون مشارکت کنن، دوم دیگران رو تشویق کنن که حتما شرکت بکنن و ما باید تلاش کنیم که این صندوق رأی قدرتمند باشه. من یه نکته هم عرض کنم برای فردای انتخابات، ما از دو حال خارج نیستش دیگه، یا ما یک مشارکت خوبی خواهیم داشت و در پس او یک دولت با آراء بالایی میاد، این یک دولت قدرتمند خواهد شد و میتواند مسائل کلان رو در واقع انجام بده.
اگر نه فرض دیگری شکل بگیره، مشارکت پایین باشه، خب باید دولت به نظر بنده با آراء کمتری بیاد. خب در مورد حل و فصل مسائل کلان جمهوری اسلامی ایران که بخشش در بین الملل هست، بخشش در منطقه هست، بخشش در داخل هست، هر عاقل میگه دولت قدرتمند میتواند این کار رو انجام بده. ما بر اساس تقویمی که اعلام شده، خب روز پنجشنبه روز سکوته، پس بنابراین هیچ گونه تبلیغاتی نباید صورت بگیره، هر نوع تبلیغاتی تخلف ترقی میشه. پس بنابراین اینو باید همه ستادها تذکر بدن به هوادارانشون که روز پنجشنبه ما چه در فضای عینی چه در فضای مجازی فعالیتی نکنیم، چون این همه رصد میشه و به عنوان تخلف لحاظ میشه. ترتیب شمارش چگونه خواهد شد؟ مثلا شما الان شنبه هست، منتظرید که الان کدوم رهبر اعلام میکنه؟ یه جایی مثل تهران ترتیب اول ریاست جمهوری است در سراسر کشور، در تهران بعد خبرگان رهبری است، بعد مجلس شورای اسلامی و بعد شوراها. تو جایی که در سه تا استان ما انتخابات خبرگان رو داریم دیگه، پس اول مثلا در خراسان رضوی، در قم مثلا که سه انتخابات دارن، اول ریاست جمهوری شمارش میشه، بعد خبرگان، بعد شورا. در شیش حوزه ما مجلس رو داریم، درسته؟ پس اول ریاست جمهوری، بعد مجلس و بعد شورا. در بقیه حوزه ها که اینا رو ندارن، فقط دو تا انتخابات دارن، اول ریاست جمهوری بعد شورا. اون چیزی که الان ما با شورای نگهبان توافق کردیم و اینم برای اولین بار هست، ما تجمیع آرا را از شعب انجام میدیم. یعنی وقتی که شعبه مثلا 1152 دارن آرا رو نهایی کردن، مجری و ناظر که تایید کرد، از اونجا تجمیع وارد سیستم میشه. لذا این تجمیع هم برای شورای نگهبان میره تو سیستم خودشون، هم برای ما تو سیستم خودمون میای. لذا اگر اختلافی نباشه، چون شاید یه وقتی شما تشخیص میده که رندوم بعضی هاشو برید بازنگری بکنید یا نگاهی بکنید، اگر اختلافی پیدا نکنیم در اولین فرصت در واقع اعلام خواهد شد. ولی اگر نه، مثلا تو حوزه ای، تو صندوق های اعتراض هست، مثلا نماینده نامزد میاد اعتراض میذاره روی این صندوق، روی این حوزه، خب قاطعا باید اینا رسیدگی بشه، بازنگری بشه، بازشماری بشه، خب زمان میبره. اگر این اتفاقات نیفته و روال طبیعیشو بیاره، میشه در اولین فرصت اعلام کرد. خیلی متشکرم آقای دکتر.